بی نتیجه ماندن گفتگوهای اخیر سال میان امریکا و نمایندگان گروه طالبان در دوبای، مالدیف و قطر، خرید 10 چرخوال پیشرفته روسی به نیروهای هوایی افغان از سوی امریکا و تأکید کشورهای منطقه بر سهمگیری بیشترشان در تأمین صلح و ثبات در افغانستان. به نام پروردگار یکتا و با تقدیم سلام به نخستین بخش از برنامه خبری این ساعت از شبکه افغان نیوز خوش آمدید. من کریم الله امینی هستم. مذاکرات صلح امریکا و طالبان که اخیراً در دوبای، مالدیف و قطر صورت گرفته بی نتیجه باقی مانده است. روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا با نگارش این مطلب افزوده که مقامهای افغان و امریکا و دیگر کشورهای جهان به این باورند که ناکامی مذاکرات صلح یک توطئه از سوی اداره استخبارات پاکستان یا ISI است. به نوشته روزنامه، طالبان در انتظار خروج نیروهای خارجی از کشورند و شاید در آن صورت زمینه برای فعالیت‌هایشان مساعدتر شود. در حالی که پیش از این گروه طالبان با انتشار اعلامیه هر نوع گفتگوی صلح را به آمریکا به تعلیق درآورده بود، از سوی دیگر حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار نیز در یک گفتگوی ویژه با افغان نیوز هر نوع گفتگوهای صلح را با حکومت افغانستان متوقف کرده بود. در همین حال روزنامه‌های ایندپندنت و گاردین چاپ بریتانیا نوشته است که هر نوع مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان در دوبای، مالدیف و قطر بی‌نتیجه مانده است. روزنامه همچنان گزارش داده است که تمام مقام‌های افغان و آمریکایی به این عقیده است که ناکامی مذاکرات صلح یک توطئه از سوی اداره استخبارات پاکستان است. مذاکرات صلح افغانستان در دوبای، مالدیف و قطر بی نتیجه ماندن. مقام های افغان، امریکا و دیگر کشورها به این نظرند که ناکامی این مذاکرات یک توطئه از سوی اداره استخبارات پاکستان یا ISI می باشد. در همین حال روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش می دهد که نخست وزیر بریتانیا در سفرش به افغانستان در رابطه با پیامش به طالبان گفته بود که با بیرون رفتن نیروی خارجی یک قوه قدرتمند نظامی داخلی جانشین نیروی خارجی خواهد شد. این نیروها سایه فعالیت را برای طالبان تنگتر خواهد ساخت. با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، یک قوه قدرتمند نظامی داخلی در این کشور جانشین قوه خارجی خواهد شد که ساحه فعالیت را برای طالبان تنگتر خواهد ساخت. خروج قوه خارجی از افغانستان رها کردن افغانستان معنی ندارد و کشورهای غربی کمک‌ها و همکاری‌های امنیتی خود را به افغانستان ادامه می‌دهند. از سوی دیگر روزنامه ایندپندنت می‌نویسد که گروه طالبان در انتظار خروج نیروی خارجی از افغانستان است و با خروج نیروی خارجی از افغانستان زمینه برای عملات گروه طالبان در افغانستان مساعدتر خواهد شد. گروه طالبان انتظار آن است که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و شاید در آن صورت زمینه فعالیت برای طالبان مساعدتر شود. قابل یادآوری است که در حال حاضر شورای کویته و گروه دیگر طالبان در پاکستان مستقر هستند و در تازه‌ترین مورد سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی گفته بود که پاکستان در تلاش ایجاد پایگاه‌های دائمی برای گروه‌های شورشی در مناطق شرقی کشور است. کشورهای منطقه میگویند که با آنها برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تاکنون اجازه داده نشده است که این موضوع مانع همکاری صادقانه این کشورها در تأمین صلح و ثبات در این کشور شده است. 8 کشور منطقه در نشست چگونگی نقش آنها در تأمین صلح و ثبات در افغانستان که در دهلی نو برگزار شد بر کمک و حمایتشان از یک افغانستانی باثبات تاکید کردند. کشورهای ناتو همواره بر نقش کشورهای همسایه افغانستان در تامین صلح و ثبات در این کشور تاکید کرده است، اما کشورهای منطقه این اظهارات را به اساس خوانده و میگویند که تاکنون برای آنها چنین اجازه ای داده نشده است. نمایندگان کشورهای هند، پاکستان، روسیه، چین، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در نشست نقش کشورهای منطقه در تامین صلح و ثبات در افغانستان که در دهلی نو برگزار شد میگویند که آنها نقش تاثیرگذار در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای استقرار امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان دارند. سران غربی از یک طرف بر نقش کشورهای منطقه در تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید میکنند، اما از سوی هم به همکاری ما باورمند نیستند و حضور ما در افغانستان را مداخله در امور این کشور می دانند که این موضوع مانع همکاری های ما با افغانستان شده است.
در حالی که ما می توانیم در توسعه همکاری های منطقه‌ای برای استقرار امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان تأثیر گذار باشیم. کشورهای منطقه در حال معاونه بر سر رای همکاری هایشان با افغانستان کشورهای غربی را می دانند که افغانستان همواره بر بهبود روابط با کشورهای منطقه تأکید کرده است و از آنها خواسته تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. با این حال آگاهان می گویند این کشورهای همسایه بودند که افغانستان را در طول 30 سال به جنگ های داخلی کشاندند و این کشورها پس خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی نیز چنین تلاش را انجام خواهند داد. این آگاهان هرچند هنوز هم سیاست خصمانه بعضی کشورهای همسایه در قبال افغانستان را میپذیرند، اما بر گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه برای رشد اقتصادی و توسعه تجارت تاکید می‌ورزند. ایالات متحده آمریکا برای خریداری 10 فروند بالگرد روسی به اردوی افغانستان قراردادی را به ارزش 70 میلیون دلار با یک شرکت روسی به امضا رسانید. پیش از این آمریکا توافقنامه‌ای را با افغانستان امضا نموده و در آن خرید 21 بالگرد میک ساخت روسیه، وسایل یدکی و تجهیزات مورد نیاز آن برای اردوی افغانستان را تعهد کرده است. نبود تجهیزات مدرن و پیشرفته برای نیروهای هوایی افغان یکی از کمبودی‌های جدی و از نگرانی‌های حکومت افغانستان برای تأمین امنیت کشور به ویژه سرحدات پس از خروج ناتو بوده است. پیش از این وزارت دفاع ملی گفته است هنوز که 10 سال از حضور ناتو در افغانستان می‌گذرد، نیروهای ارتش افغان به ویژه نیروهای هوایی توانی کنترل و مهار مرزهای کشور را حتی به درصدی کوچک هم ندارند. با این حال خبرگزاری نوستی نگاشته است وزارت دفاع آمریکا قراردادی را با شرکت راس آبارون اکسپورت روسیه در خصوص خریداری 10 فروند بالگرد روسی نوی میک 17 امضا کرده است. هدف از خریداری این نوع بالگردها تجهیز و گذاشتن امکانات بروز در اختیار نیروهای هوایی افغان خوانده می شود. مرکز تجزیه و تحلیل تجارت جهانی اسلحه با انتشار این خبر در پایگاه اینترنتی خود نوشته است این قرارداد به ارزش 171.38 میلیون دلار منعقد شده است. این توافقنامه در تکمیل توافقنامه امضا شده قبلی بین طرفین در ماه مه سال 2011 است که خرید 21 دستگاه بالگرد میک ساخت روسیه، وسایل یدکی و تجهیزات مورد نیاز آن برای ارتش افغانستان را شامل می شود. بر اساس اطلاعات منابع خبری آمریکایی، ارزش کلی این توافقنامه 367.5 میلیون دلار است و در این قرارداد ادامه خرید نو بالگرد از طرف روسی نیز پیش بینی شده بود. این در حالی است که 2 فروند بالگرد دیگر هم در فوریه سال 2012 به ارتش افغانستان تحویل داده شد. بدین ترتیب دولت افغانستان تا کنون 33 فروند از این نو بالگرد جدید را به دست آورده است. اما اینکه خرید این 10 فروند بالگرد روسی تا چه حد نیازمندی نیروهای هوایی کشور را مرفوع می سازد، پاسخی است که خواستیم تا از وزارت دفاع افغانستان به دست آوریم. اما با تماس‌های مکرر مسئولان در این وزارت جواب ندادند. آمریکا در هر ساعت 10 میلیون دلار در مبارزه با تروریسم مصرف می‌کند. یک عضو کنگره آمریکا با بیان این مطلب می‌گوید که در جنگ افغانستان در هر ساعت 10 میلیون دلار به مصرف می‌رسد و در هر 24 ساعت یک سرباز آمریکایی کشته می‌شود. از آغاز مأموریت جامعه جهانی از سال 2001 تا حال 3094 سرباز خارجی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که از سال 2001 تا حال 2032 تن از سربازان کشورش در افغانستان کشته شده است. به گفته مقامات پنتاگون این سربازان در جریان عملیات‌های مختلف کشته شدند. در همین حال جیمز میک در مادی واش عضو کنگره آمریکا و عضو حزب جمهوری خواهی آمریکا که در تلاش خارج کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان است میگوید که آمریکا در هر ساعت 10 میلیون دلار در جنگ افغانستان مصرف میکند و گفته وای در هر 24 ساعت یک سرباز آمریکایی کشته میشود.
در هر ساعت در جنگ افغانستان امریکا 10 میلیون دلار مصرف می کند و در هر 24 ساعت یک سرباز امریکایی کشته می شود. ما از حکومت بارک اوباما می خواهیم تا به زودترین فرصت نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج کند. این در حالی است که قرار است در سال 2014 میلادی تمام نیروهای خارجی بعد از سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به کشورشان برگردند. اما نگرانی ها از دوباره شدت گرفتن جنگ ها بعد از سال 2014 میلادی وجود دارد. مسئولان دفتر صحاوی حقوق بشر در ولایت بامیان زورمندان را به ایجاد موانع برای رسیدگی به دوسیه ها در محاکم این ولایت متهم می کنند. آنان همچنان نهادهای عدلی و قضایی این ولایت را به عدم رسیدگی به دوسیه های جرمی زنان متهم کرده هشدار می دهند که اگر از مرکز به این قضایا رسیدگی نشود، امکان فرار افراد ناقض حقوق بشر از چنگال عدالت وجود دارد. دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان میگوید که مقام های عدلی و قضایی این ولایت در بررسی برخی دوسیه های قضایی کوتاهی کرده و این امر سبب نقض حقوق بشر در این ولایت خواهد شد. گذشته 6 ماه از دوسیه قتل یک دختر در خانه واحدی بهشتی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان، تجاوز جنسی دست جمعی بالای یک زن، قتل یک کودک در مرکز بامیان، قتل دو زن و یک مرد و چندین دوسیه قتل، تجاوز، اختطاف و دیگر قضایا نیز از جمله مواردی‌اند که به گفته دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر از سوی نهادهای عدلی و قضایی بامیان در امر بررسی آنها کوتاهی صورت گرفته و عاملانشان هنوز به پنجه قانون سپردن نشده است. به گفته رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر هیئتی با صلاحیتی جهت بررسی این قضایا به بامیان فرستاده نشود، امکان نقض حقوق بشر در این ولایت از سوی برخی زورمندان وجود دارد. تأخیر بیش از حد و در ابهام قرار داشتن رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا و سایر دوسیه هایی که تا هنوز از سوی ارگان های عدلی و قضایی بامیان کار مؤثر روی آن نشده، باعث می شود که روند رسیدگی به این دوسیه ها منحرف شده و باز به این رفتن اسناد، آثار جرمی و شهود ممکن است هیچگاه رسیدگی عادلانه به آنها صورت نگیرد. با این حال این کمیسیون سارنوالی مرافعت در ولایت بامیان را متهم کرده که در دوسیه شکیلا برخی اسناد و شواهد از جمله تسبیح و بالشت را به دادگاه ارائه نکرده است و تنها کلانشیکوفی را به دادگاه نشان داده که از آن به سوی شکیلا فایر شده است. اما سارنوالی بامیان این ادعاها را رد میکند. وزارت معارف از انتقال محموله های کتب مکاتب به افغانستان که در پاکستان متوقفند در آینده نزدیک خبر میدهد. امان الله ایمان سخنگوی این وزارت میگوید که بنابر موجودیت برخی از مشکلات داخلی در پاکستان، تا هنوز این کتاب ها به افغانستان انتقال نیافتند. این کتاب ها که تعدادشان به 4.5 میلیون جلد میرسد، قرار بود که ذریعه کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو به افغانستان انتقال داده شوند. اما 8 ماه پیش، زمانی که پاکستان در واکنش به کشته شدن 24 سربازش از سوی نیروهای بین المللی، اکمالات این نیروها را از طریق خاک آن کشور متوقف کرد، این معموله های کتب نیز در بندر کراچی گیر ماندند. نزدیک به 10 مخالف مسلح حکومت در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشور در ولایت های فاریاب و نیمروز کشته شدند. مقام ها در این ولایت ها می گویند از نزد این طالبان مسلح مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. مقام ها همچنان می گویند در این درگیری ها 3 ماموری پلیس نیز کشته شدند. از سوی هم در نتیجه رویدادهای جداگانه در ولایت های ننگرهار و هرات 3 نظامی و 4 فرد ملکی کشته شدند. گزارش ها از ولایت نیمروز حاکی‌اند که در اثر زد و خورد نیروهای امنیتی و طالبان 6 طالب مسلح به شمول مدیر امنیت ملی و فرماندهی پستی امنیتی شهرهای ولسوالی دلارام این ولایت کشته شدند. ولسوالی دلارام میگوید این رویداد عصر دیروز در یک حمله گروهی از طالبان مسلح در بازار این ولسوالی بر یک گزمه پلیس رخ داده است. منبع می‌افزاید که در جریان این برخورد 3 تن دیگر از منصوبین امنیتی نیز مجروح گردیدند. از سوی هم گزارش ها از ولایت میمن می رساند که در یک درگیری نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح، یک فرمانده طالبان و مامور پلیس در ولسوالی خواجه سبز پولش این ولایت کشته شدند. از سوی هم گزارش شده که معاون نظامی طالبان در ولسوالی اشکمش ولایت تخار بازداشت شده است. از سوی هم در نتیجه انفجار یک ماینه کنار سرک در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 4 فرد ملکی کشته شدند. در همین حال در یک کمینه طالبان مسلح در ولایت هرات 3 تن به شمول مدیر استخبارات فرماندهی امنیتی
ولسوالی گذره این ولایت کشته شد و فرماندهی امنیه ولسوالی مجروح گردید. این در حالی است که دو روز قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر و بیش از 50 انجمن هماهنگی نهادهای مدنی در زون شرق از طرفین درگیر در کشور خواستند که به خاطر احترام ماه مبارک رمضان آتش بس نموده و از خونریزی جلوگیری کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که جنگ آنها بر ضد نیروهای خارجی را هیچگاه متوقف نخواهند کرد و خاطر نشان کرده که کشتن مردم بیگناه در هر حالت ناروا می باشد. بیننده های عزیز، بخش دوم خبرها را پس از یک بیان برنامه کوتاه در مجمع خبری نیوز باکس پیگیری نمایید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.